سلام امیدوارم که حالتون خیلی خوب باشه به کانال من خیلی خوش اومدین امروز یک نوع جادکمه براتون آماده کردم که وقتی از این جادکمه استفاده میکنید بافت اصلیمون یعنی همون مدل اصلیمون خراب نمیشه و فرم بعدی به خودش نمیگیره ولی البته وقتی ما هر نو جادکمه که بندازیم یه, یه کمی مدلمون تغییر میکنه و یک کمی نامرتب میشه ولی وقتی از این مدل استفاده بکنید این کار و خراب شدن مدلمون خیلی کمتر میشه من این مدل بافت رو قبلا داخل کانال آموزش داده بودم و بعضی از دوستان در مورد اینکه چطوری جا دکمه بندازم برای این مدل از من پرسیده بودن و چون داخل کامنت نمیشه قشنگ توضیح داد گفتم که خودم یه جا دکمه برای این ببافم و خودم یه چند نوجا دکمه انجام دادم و دیدم که این بهترین نوع جا دکمه است برای این مدل من آموزش این بافت رو این بالا یعنی آدرسش رو این بالا براتون میذارم و اگه دوست داشتید میتونید برید تماشا بکنید و این تعداد دانه هایی هم که ما اینجا در نظر میگیریم برای این جا دکمه بستگی به اندازه دکمه من داره من الان مثلا برای این دکمه در نظر گرفتم ببینید الان من این دکمه رو قشنگ و راحت میتونم از این رد بکنم و نه خیلی شله و نه خیلی سفته و دکمهم اینجا وقتی میبندیمش دیگه در نمیره پس بستگی به اندازه دکمتون داره الان بریم و شروع بکنیم این جا دکمه رو آموزش بدیم الان اینجا رج روی مدلمونه و ببینید من اومدم بعد از اینجا دکمه چند رج بافتم چند رج که بافتم بعد جا دکمه بعدیم رو میزنم این چند تا رجی که میبافیم در واقع سلیقه‌ایه و بعضی دوست دارم فاصله بین دکمه ها کم باشه و دوست دارن بیشتر باشه الان برای رج رو ما میخوایم جا دکمه بزنیم از رج رو شروع میکنیم فقط من اینجا اومدم 15 تا دانه سر انداختم و همونطور که قبلا تو اون ویدیو بهتون گفتم برای این باف باید تعداد دانه ها مذربی است. سه باشه اینجا 15 تا دانه سر انداختم دونه اول رو بافته نشده وارد میل سمت راست میکنم بعد دونه بعدی مدلمون به این شکل بود که دونه اول رو به رو می‌بافتیم. بعد دونه بعدی رو با دونه بعدیش به این صورت به زیر می گرفتیم و به زیر می بافتیم به این صورت بعد این دونه اولی گندمی اولی رو از کنار این بر می داشتیم و دوباره یه دونه به این صورت یعنی به حالت پیچ می بافیم بعد دوباره دونه بعدی به رو بافته میشه بعد دوباره این دو تا دانه رو به این صورت با همدیگه میگیریم و به حالت پیچ به زیر می بافیم. بعد کنار دانه اول رو به این صورت می کشیم بالا و این دانه هم به زیر می بافیم. ببینید الان اینجا من هفت دانه بافتم. هفت دانه که بافتم ببینید اینجا این حالت مدلمونه که اینجاست بعد از اینکه این رو بافتم بعد الان دونه بعدی رو باید به رو بافم خب الان دیگه دانه بعدی رو نمی بافم الان یک رشت تا اینجا بافتم میخوام این سوراخ و این جا دکمه رو بندازم الان این تعداد رو که بافتم تا این مرحله دانه بعدی به رو هست بعد کار رو اینطوری برمیگردونم و از پشت کار این چند تا ای که بافته بودم رو دوباره میبافم ببینید نخ رو پشت کار میندازم و دانه اول رو به زیر میبافم بعد دانه بعدی رو یعنی همون مدل رو باید ببافیم وقتی پشت کار بودیم نخ رو روی کار میندازم و به این صورت بافته نشده وارد میل سمت راست میکنم بعد دونه بعدی رو به زیر میبافم دونه بعدیش هم به زیر میبافم بعد این دانه رو نخ رو روی کار میندازم و به این صورت از میل خارج میکنم دونه بعدی هم به زیر میبافم بعد دونه هاشی است که به رو بافته میشه این رج دوم بود بعد دوباره کار رو بر می ببینید اینجا داره حالت سوراخ و جا دکمه میفته الان رج سوم هستیم رج سوم هم دوباره دانه دانه اول رو از میل خارج میکنیم دانه بعدی رو به رو می بافیم. دانه بعدش و بعدش رو یعنی این دوتا رو با هم دیگه به این صورت میگیریم از پشت و به حالت پیچ به زیر میبافیم بعد کنار این رو بر میداریم و به زیر میبافیم دانه بعدی به رو به رو بافته میشه این دوتا هم دوباره همون کار رو انجام میدیم به زیر بافته میشه و کنارش رو میگیریم و به زیر میبافیم این الان رجه سوم بود رجه چهارم دوباره کار رو برمیگردونیم و از پشت کار دوباره می بافیم. نخ رو پشت کار میندازیم دانه اول رو به زیر می بافیم. بعد دانه بعدی رو نخ رو روی کار میندازیم و به این صورت می کشیم بیرون دانه بعدی به زیر دانه بعدی هم به زیر دانه بعدی هم به این صورت نمی بافیم و از میل خارج می کنیم. دانه بعدی به زیر دانه بعدی هم که به رو بافته میشه که هاشی است. الان این رج چهارم بود. الان رج پنجم دوباره روی کار. فقط این قسمت رو داریم می که جا دکمه رو بندازیم. این قسمت رو که بافتیم بعد میریم این قسمت رو می الان رج پنجم هستیم. رج پنجم ببینید دانه اول رو از میل میکشم بیرون دانه بعدی رو به رو میبافم دانه بعدی رو با بعدیش دوتا رو با هم دیگه به این صورت میگیرم و به زیر میبافم کنارش رو میکشم بالا و به زیر بافته میشه دوباره به رو بافته میشه بعد این دوتا رو با هم دیگه میگیرم و به این صورت به زیر میبافم بعد کنارش رو میگیرم و یه دونه به زیر میبافم ببینید اینجا همون مدل دوباره داره تکرار میشه و مدلمون خراب نمیشه الان بعد از اینکه این رج رو بافتیم ببینید اینجا خب چون دانه رو به زیر بافته بودیم رج چیز یه کمی اینجا رو سفت شده یه کمی اینطوری شل بکنید میبینید که همون طرح اصلی رو داریم اینجا هم ببینید به این شکله الان رج پنجم هم بافتیم رج پنجم که بافتیم بعد دیگه این سمت رو نمی بافیم و میخوایم این سمت رو شروع بکنیم برای اینکه این سمت رو شروع بکنیم ببینید اینجا ما پنج رج بافتیم الان ببینید این حالتی که اینجا هست یکی دو تا سه تا افتاده ببینید اینجا الان ما سه تا از این مدل داریم ببینید این گندمی هایی که اینجا هستن این طرح و مدلی که اینجا هستن الان اینجا ما پنج رج بافتیم رج رو رو میشماریم ببینیم رج رو رو چند بار بافتیم رج رو رو سه بار بافتیم از این پنج رج سه بارش رج رو بافته شده پس به تعداد این گندمیا و این طرحی که اینجا هست ما میایم دانه اضافه میکنیم در واقع به اون تعداد رجهایی که از روی کار بافتیم سه رج روی کار بافته شده پس سه تا دانه اضافه میکنیم پس میایم سه تا دانه اضافه میکنیم ببینید این سه تا دانه برای اینه که این طرف هم که بافتیم مثل این طرف پنج رج بافته بشه ببینید یه دانه دو دانه به این صورت و سه دانه به این صورت اضافه میکنیم. الان سه دانه رو که اضافه کردیم دانه بعدی به رو هست. به رو بافته میشه به این صورت. بعد دانه بعدی و بعدیش مدلمونه که به این صورت میگیریم و می بافیم. کنارش رو بر می داریم و به زیر به حالت پیچ بافته میشه. بعد دوباره به رو به رو این دوتا را با هم دیگه میگیریم و به زیر میبافیم. بعد کنارش رو میگیریم و به زیر بافته میشه. بعد دانه بعدی هم که به رو هست. دانه هاشی هم که به روه. الان اینجا شد یک رج ببینید. این حالت اینجا به وجود میاد. این همون سه تا دانه ای که اضافه کرده بودیم. بعد الان دوباره برمیگردیم پشت کار. الان رج دوم این سمت هستیم. دانه اول رو از میر خارج می کنیم. دانه بعدیش رو به زیر به زیر می بافیم. دانه بعدی هم به زیر به زیر. دانه بعدیش دانه سوم نخ رو روی کار میندازیم و به این صورت از میر خارج میشه. دانه بعدی به زیر بعدیش هم به زیر دانه بعدی نخ روی کار و از میل خارج میشه. دانه بعدی ببینید به زیر هست. تو رج قبلی به رو بافته بودیم. این بعد از این دانه هایی بود که اضافه کرده بودیم الان باید این دانه ها رو به این اضافه بکنیم و با هم دیگه یکیشون بکنیم ببینید این این سمت این دانه ای که به زیر هست به این سمت ما جابجاش می از میل به این صورت خارجش می کنیم و به این صورت داخل میل برمیگردونیم بعد الان این دانه ای که به زیر هست و با این اولین دانه از این سه ای که اضافه کردیم با همدیگه یکی می کنیم. به این صورت از پشت می گیریم. به این صورت از پشت این دوتا رو می گیریم و به زیر می بافیم. این شکلی میشه. بعد الان این رجه دوم بود. برای این طرف. الان دوباره کار رو بر می و این سمت رو می بافیم. الان ببینید نخ روی کاره و دانه اول به این صورت از میل خارج میشه بعد بعدش ما مدل رو داریم الان این دوتا رو با همدیگه میگیریم و به زیر میبافیم کنارش رو میگیریم میکشیم بالا به زیر میبافیم بعدی به رو بافته میشه بعدی دوباره این دوتا رو با همدیگه میگیریم و به زیر می بافیم. کنارش رو می کشیم بالا به زیر می بافیم. به رو بافته میشه و اینم که به رو بافته میشه الان این رجه سوم بود برای این سم الان رجه چهارم رجه چهارم این رو خارج میکنیم به زیر بافته میشه به زیر بافته نمیشه خارج میشه به زیر به زیر بافته نمیشه و خارج میشه الان دوباره اون دونه زیر هست دوباره این دوتا رو با هم دیگه میگیریم و یکی میکنیم دیگه دانه رو اونطوری جابجا به جا نمی کنیم. و این رو با دانه دومی که انداختیم به این صورت میگیریم از پشت به زیر می بافیم به این صورت بعد دوباره کار رو برمیگردونیم و از روی کار می بافیم دانه اول به این صورت خارج میشه، دانه بعدی با دانه بعدش با هم دیگه گرفته میشه به زیر بافته میشه. این دانه هم برداشته میشه به زیر بافته میشه. بعد دانه بعدی به رو بافته میشه. کنارش گرفته میشه و به زیر یعنی همون مدل رو میبافیم دیگه همونطوری تکرار میشن اینا این رجه پنجم بود الان پنج تا رج مثل این سمت بافتیم و الان رج ششم هستیم رج ششم رو دیگه تا می میبافیم و یکسان میشه اینجا دانه رو میکشیم بیرون اولی به زیر بافته میشه دومی هم ببخشیم به زیر بافته میشه سومی به این صورت از میل خارج میشه دو تا به زیر بافته میشه از میل خارج میشه بعد دوباره به این دانه زیر رسیدیم دوباره این آخرین دانه که اضافه کرده بودیم اینه این این دانه زیر رو با این با همدیگه دیگه میگیریم و به زیر می بافیم. و دانه هایی که اضافه کردیم رو اینطوری به این قسمت واس کردیم و دکمه اینطوری باز میشه دیگه الان دانه اضافه ای نداریم اینجا به زیر یه دونه به زیر بعد دوباره برمیگردیم و این سمت رو میبافیم همینجا پشت کار هستیم و به زیر بافته میشه الان دو تا به زیره این دانه به این صورت بافته نمیشه دوباره دو تا به زیر در واقع همون مدل رو میبافیم که توی اون ویدیو قبلی بهتون نشون دادم و به این صورت بافته میشه الان دوباره رجه روی کار دیگه ببینید اینجا ما اومدیم اینجا دکمه رو اینطوری باز کردیم به این صورت و دیگه همون مدل اصلیمون بافته میشه به رو دو رو با هم دیگه میگیریم و به زیر میبافیم کنارش رو برمیداریم به زیر میبافیم همینطوری تا انتها مدل دوباره تکرار میشه و دیگه همینطوری مدل و طرحمون رو میبافیم تا دوباره مثلا اگه احتیاج به جادکمه داشتیم دوباره جادکمه بعدی رو میبافیم ببینید این شکلی شده الان اینجا ببینید این ستایی که ما بافته بودیم یک دو سه دقیقا این سمت هم یک دو تا داریم یعنی هیچی اضافه نداریم یعنی یک رج اضافه نبافتیم و تمام رج هامون این طرف اون طرف جا دکمه یکی هست ببینید اینجا به این صورته این قسمتم دوباره به این صورته و اینطوری جا دکمه همون رو انداختیم امیدوارم که از این جا دکمه استفاده بکنید و اینکه آموزش مورد استفادهتون قرار بگیره ممنونم از اینکه من رو تماشا میکنید و همیشه هم از حمایتاتون خیلی خوشحال میشم و اینکه اگر سوالی داشتین داخل کامنت ها برام بنویسید خیلی خوشحال میشم از بافتنی لذت ببرین و تا ویدیو بعدی خدافظ.